ای هستش این که شما موزتون رو در جهت افق حرکت بدین، سپس کلید شیفت کیبورد رو بگیرید، همزمان کلید دی رو بزنید و هر دو کلید رو رها کنید. حالا میتونید عدد دیستانس یا طول دیوارتون رو وارد کنید و اینتر رو بزنید. اگر دیوار عمودی میخواین ترسیم کنید، موزتون رو در جهت عمود حرکت بدین، کلید شیفت کیبورد رو نگه دارید، دی رو بزنید و هر دو کلیدتون رو رها کنید. حواستون باشه وقتی دارید این کار رو انجام میدید حتما کیبوردتون انگلیسی باشه، کیبوردتون اگر فارسی باشه کار نمیکنه. اینم از ترسیم دیوارهای ما. اگر بخوایم دیواری ترسیم کنیم، اینها دیوارهای تکی منفرد و مجزا بودن. گاهی پیش میاد شما میخواهیم یک سری دیوارهای ممتد و به هم پیوسته ترسیم کنیم. اگر دو مجددن روی این دکمه کلیک کنید و چند ثانیه موس رو نگه دارید، میتونید گزینه دوم که دیوارهای به هم پیوسته و ممتد هست رو انتخاب کنید. کلیک میکنید، بعد وارد کردن دیستنس و اندازه هم در اینجا به هم صورت هستش. میتونید زاویهش هم وارد کنید و اینتر. میبینید که دیوار قطع نشد و مجددن داره این موس من دیوار ترسیم میکنه. میتونم کلیک کنم هر جایی که دوست داشتم. همچنین اگر دقت کنید یه پت باکسی این گوشه برای من باز شده، یه باکس کوچولویی که میتونم ببین اولیش حالت خطی کشیدن دیوار هستش، دومی اگر انتخاب کنید دیوارتون به صورت قوسی شکل، آرکی شکل و میتونید ترسیم کنید که در واقع شما فاصله ابتدا و انتهای اون قوستون رو توی دیستنستون میتونید وارد کنید. اگه گزینه سوم رو انتخاب کنم به صورت قوس، اما قوس خمیده تری میتونم ترسیم کنم. گزینه سوم پت باکس اگر انتخاب کنیم، با دادن سه تا نقطه میتونیم یک دیوار قوسی شکل ترسیم کنیم. و گزینه آخر شما شعاع میدید به دیوارتون و در انتها شما مجدداً باید روی دیوار مستقیم کلیک کنید از پت باکس و رایت کلیک کنید که و کلید اوکی رو بزنید تا اون چیزی که ترسیم کردین تموم بشه. میبینید وقتی من این دیوار رو با دستور ارو اگر اسلکتش کنم، همش به صورت یک پارچه با هم انتخاب میشن، درسته که این دیوارها همه از هم مجزا و منفرد هستن، صورت تکی هستن. اگر بخوایم این دیوار رو از حالت یک پارچگی خارجش بکنیم، میتونیم بریم توی ادیت، گروپینگ، آن گروپ، حالا دیگه جدا شدن هستن. میتونیم قسمت هایی که نیاز نداریم رو بر فرض پاک کنیم. کلیک با رو انتخابش میکنم، کلید دیلیت کیبورد رو میزنم، با رو انتخاب کنم دیلیت کیبورد، مجددا میرم روی دستور وال از تول باکس، اینجا دوباره کلیک میکنم، چنسانی موس رو نگه میدارم. این بار دیوارهای رکتنگلی یا مستطیلی شکل ترسیم میکنیم. برای ترسیم روی نقطه صفحه کلیک میکنم، دیستنس اولمون دیگه نیاز نیست به تایپ کردن دی، شما دیستنس اولتون رو وارد کنید، عدد رو وارد کنید، مثلا 5000. برای وارد کردن دیستنس دوم یا فاصله دوم، دایمنشن دوممون، در واقع اندازه دوممون، از کلیدهای 4 جهتی کیبورد میتونیم استفاده کنیم و من با 4 جهتی ها به سمت پایین حرکت میدم، به چهار جهتی پایین رو میزنم تا بیاد روی عدد دایمنشن دوممون قرار بگیره. این بار عدد رو 8000 تایپ میکنم. اینتر. نه یک رکتنگل، یک پولیگان بسته به من میده که مثل این یکی پولیگان به هم پیوست. وقتی با ارو انتخابش میکنم به هم پیوست است. خب
شما وقتی این دیوارم مثل اون یکی دیوار میتونید از منوی ادیت گروپینگ هم گروپش کنید که به صورت جدا میشن. اگر شما بخواید دیوارتون رو ادیت کنید، گاهی پیش میاد، یعنی در واقع شما پیش میاد که دیوار رو ترسیم کردین، میخواید دیوارتون رو ادیت کنید. برای ادیت کردن دیوار با دستور ارو دیوار رو انتخاب میکنم. اگر روی اون نقطه ابتدا یا انتهای دیوار مجددا کلیک کنم، این پت باز برای من باز میشه که آخرین گزینه‌اش استرچ هستش. گزینه استرچ باعث میشه شما بتونید دیوارتون رو بکشیدش و در واقع زاویه‌اش هم تغییر بدین، زاویه این کجی دیوار رو تغییر بدین. و اگر بخواید دیوارتون رو در امتداد خودش کوتاه‌تر یا بلندتر بکنید، روی رفرنس لاینش اون نقطتون رو روی رفرنس لاینش بذارید و شیفتتون کلید شیفت رو بگیرید. حالا میتونید دیستنستون رو وارد کنید، دی رو بزنید و عدد دلخواهتون رو وارد کنید که چقدر این دیوار اش اضافه بشه یا کم بشه. خب اگه بخواید دیوارتون رو جابجا کنید، گزینه اول که درگ هست رو انتخاب کنید از پت باکستون. در واقع بعد دیوارتون رو انتخاب کنید، چند ثانیه موس رو روش نگه دارید، دیوارتون انتخاب کنید، چند مجددا روی نقطه انتهای دیوار کلیک کنید، ابتدای انتهای دیوار کلیک کنید، درگ رو انتخاب کنید و به هر جایی که دوست داشتین دیوارتون رو جابجا کنید. میتونید دیستنس وارد کنید، عدد وارد کنید، برای جابجا کردنش عدد و زاویه رو وارد کنید. همچنین میتونید دیوارتون رو روتیت کنید نسبت به یک محور. من نسبت به رفرنس لاین خودش ابتدا و انتهای خودش رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم و به این صورت دیوارم رو میچرخونم. همچنین میتونید دیوارتون رو میرور کنید نسبت به یک محور. در واقع برای وارد کردن یک محور دو نقطه شما باید که دو نقطه باید کلیک کنید. یا الیویت کنید. ببینید وقتی شما الیویت میکنید ارتفاع دیوارتون رو توی ارتفاع تغییر میده و این فقط تو حالت سه‌بعدی قابل دیدن هست. میتونید از دیوارتون کپی بگیرید. اگه مجددا روی این نقطه من کلیک کنم، میتونم روی گزینه موتی برم، کلیک کنم روی موتی. اینجا چند گزینه داره برای کپی کردن. اولیش حالت درگ هست، یعنی شما هم موو میکنید، جابجا میکنید و هم کپی میگیرید. تعداد کپیاتون رو اینجا وارد کنید. من 3 تا کپی میخوام از دیوارم بگیرم. اوکی رو میزنم. ببینید نقطه اول دیوار رو انتخاب کنم و فاصله شو میتونم ببینید. فاصله ای که وارد میکنید فاصله اولین نقطه دیوارتون نسبت به اولین نقطه دیوار بعدی هستش. چه میتونیم 5000 رو وارد کنیم و به این صورت کپی میگیرم. اگر بخواید مجددا کپی بگیرین از دیوارتون، میتونید کپی بگیرین و این لینک کپی میگیرین روتیت هم بشه بچرخه. من روتیت رو انتخاب کنم، اوکی رو میزنم، تعداد انتهای دیوار رو انتخاب میکنم. نسبت میتونید زاویه بدین برای روتیت یا با کلیک کردن این کار رو انجام بدین. باز میتونید کپی های ماتریسی بگیرین. دو جهت برای شما کپی میگیره، مثلا ردیف و ستون. ستا در این جهت و 5 تا در این جهت. به این تعداد بر من کپی کنید.